هنرمندان افغان که به همسرانشان خیانت کردند و یا هنرمندانی که چندین ازدواج ناموفق داشتند. با چینل گلپ میدیا ما را همراهی کنید. نغمه شاپرای، نغمه آوازخانی که با آهنگهای پشتو توانست به شهرت برسد. کسی که قلب استاد منگل را با جدا شدن از او و طلاق گرفتن از وی شکست. او با آشنا شدن با شخص جوانتر استاد منگل را برای همیشه فراموش کرد. از نغمه پرسیدند چرا از استاد منگل برای همیشه جدا شدی؟ او در پاسخ میگوید منگل هیچ وقت مرا نمیفهمید. بنابراین کسی را پیدا کردم که مرا می فهمد و نیازهایم را برآورده می سازد و این دلیلی بود که نغمه برای همیشه از استاد منگل جدا شد و او را ترک کرد. عبید جوینده، مرد خوش صدایی که هر روز جوان و جوانتر می شود. دیبا همسر اول عبید جوینده بود که با تمام سختی های زندگیش ساخت و او را تا جایی همراهی کرد که وی با پول، ثروت و شهرت رسید. دیبا دو طفل هم برای عبید جوینده آورد تا وقتی که عبید با تهمینه آشنا میشه. تهمینه جوان و زیبا بود اما دیبا نسبت به اوایل شکسته تر شده بود. عبید جوینده برای همیشه دیبا را در لندن رها و با تهمینه 24 ساله که چندین سال از او جوان تر هست ازدواج میکند و قصه عشق جدید عبید و تهمینه آغاز و دیبا برای همیشه با فرزندانش فراموش میشود. حسیب ساعد، منیجر یا نامزد ملکه دلها، کسی که قبل از آریانا با دو طفل و همسرش زندگی خوب و خوشی داشتند تا اینکه سر و کله آریانا سعید پیدا می شود. حسیب آقای منیجر می شود و آریانا روز به روز به شهرت و ثروتش افزوده می شد. کنسرت های آریانا بیشتر و بیشتر می شدند و پول آقای منیجر کلانتر تا اینکه جرقه عشق بین هر دو به وجود آمد. حسیب ساعد تمام زندگیش را مثل خانه، موتر و دو طفل را رها کرده و با ملکه دلها نامزد می شود. غزال عنایت، غزال عنایت که روابط او با اشخاصی چون شفیق قیام، رئیس کمپانی قیام انترتیمنت و ریجار راهش جنجالی شده بود. تصاویر او با شفیق قیام و ازدواج او با ریجار راهش، در واقع همین تصاویر غیر اخلاقی او با شفیق قیام بود که باعث شد ریجار راهش او را برای همیشه رها کرده و از او جدا شود. معلوم نشد که چه کسی این تصاویر را پخش کرد، اما لطمه زیادی در آن زمان به شهرت و نام غزال عنایت وارد کرد و اما فعلا غزال عنایت مجرد است. بیننده های عزیز و مهربان، این بود قسمت اول هنرمندانی که به همسرانشان خیانت کردند یا چندین ازدواج ناموفق داشتند. شما از آن می توانید نظریات خودتان را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید. وقت شما خوب و خوش باشه. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.